خب برنامه رو ادامه میدیم در رابطه با صعود بیسابقه دلار به کانال 60 هزار تومان. تا به حال رژیم آخوندی هیچ توضیحی نداده که مبنای علمی و واقعی داشته باشه، اما باید ببینیم که علت به واقع چی هست. اگر اونطور که متخصصان ارزیابی میکنن وضعیت از این هم بدتر قراره بشه، این وضعیت چه عواقبی برای حکومت خواهد داشت؟ برای بررسی این موضوع همراه میشیم با خانم بتول زمانی از آمریکا. خانم زمانی سلام میکنم به شما، تشکر میکنم که حضور پیدا کردین در این برنامه، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خب روز 5 اسفند وزیر اقتصاد رژیم، رئیس کل بانک مرکزیش همراه با مخبر توی جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرده بودند تا پاسخ بدن به همین علت صعود ارز و سقوط ریال. البته از پاسخهایی که توی جلسه غیرعلنی اونها مطرح کردن چیزی درز ندادن به بیرون، ولی خب در خارج از جلسه خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جلاد علت رو توطئه توصیف کردش و گفتش که وزارت اطلاعات مختل کنندگان بازار ارز رو دستگیر کرده و از این قبیل حرفا. رئیس کل بانک مرکزی رژیم فرزین هم گفتش که اصلا علت صعود قیمت ارز روانیه. میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم که علت چیه و این موازی که الان بخشش رو بهش اشاره کردم، بفرمایید. بله، با سلام به شما و با سلام به تمام بینندگان سیمای آزادی، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید. از اونجایی که همه میدونیم رژیم با کسری بودجه بسیار وحشتناکی میدونی هستش و برای اینکه این کسری بودجه خودش رو تامین بکنه مجبور قیمت دلار رو بالا ببره و با این کار در واقع یک درآمدی از جیب مردم ایران داشته باشه. همونجوری که ما میدونیم رژیم همیشه و همیشه از کارهای تروریستی خودش در خارج از کشور و در همه جا و کارهای دیگه ای که میتونسته بودجش رو بزنی دست بر نداشته، ولی همیشه دستش رو در جیب مردم ایران کرده. و در خبر دیگه ای که از یک جلسه غیرعلنی از خاندوزی نقل شده که خودش شما گفتین اختلالگران زیادی هست، میگه ادعا میکنه که اختلالگران زیادی هستن که این بازار رو دارن در واقع به این بازار دامن میزنن، ولی در واقع این همون کار خود رژیمه. 90% تمام دلارها خود دست خود رژیمه و هیچ کس نمیتونه این رو بگه که خود مردم هستن یا کسی هستن. در واقع این وقتی که ما نگاه میکنیم به تمام کارهای رژیم، میبینیم که رژیم با این کاری که داره میکنه در رابطه با بازار دلار، کاهش قیمت ریال رو خیلی پایین آورده. با توجه به بودجه 1402 وقتی نگاه میکنیم، حقوق حداقل کارگران برای سال آینده در واقع برای امسال 7 میلیون تومان هستش که زیر خط فقر هست و 150 میلیون، یعنی 15 میلیون دلار باید زیر خط فقر هستش برای خط فقر. این کارگران زیر خط فقر هستن، حتی الان دیگه حتی کسی نمیتونه نون خالی رو هم در سفره خودش بذاره و تمام اینها برمیگرده به کاری که رژیم داره میکنه. البته رژیم تا کی میتونه این کار رو بکنه؟ رژیم هر چقدر بیشتر این کار رو ادامه میده، یک مثالی هستش میگن که کباب رو از رون خودش داره میخوره و رژیم با این ادامه کاری که داره میکنه بالاخره عمق نارضایتی مردم رو بالاتر میبره و مردم بیشتر در صحنه میان برای این در واقع تمام کمبودهایی که دارن. بله، رژیم واقعا خیلی در واقع اگر نگاه بکنیم میبینیم که رژیم 500 هزار میلیون تومان کمبود بودجه داره. بعضی ها میگن حتی 2 برابر این هست. اینها رو همه رو مجبوره که این دلار رو قیمتش رو ببره. بله، البته من عذر میخوام، مقداری صدا و تصویر صدای شما خیلی واضح نیست، البته
متوجه شدم صدا الان بهتر شد. ببخشید من به نظر میاد این مقداری مشکل اینترنت هستش. صدا بهتر شد الان بهتره، امیدوارم که رفع بشه در جریان سوال دوممون و پاسخ دوم شما. البته ما نکات شما رو متوجه شدیم، خیلی ممنونم. خب همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، اگر بخونیم اونچه که متخصصین و کارشناس ها میگن، ارزیابی ها این هست که اوضاع برای رژیم و نرخ ارز از این هم بدتر میشه. اگر این وضعیت همینطوری پیش بره، به نظر شما چه عواقبی میتونه برای اقتصاد ایران و برای رژیم به طور مشخص داشته باشه؟ برای اقتصاد ایران، که خب اقتصاد ایران یک اقتصاد واقعا پاشیده هستش و برای اقتصاد هرچی بیشتر رژیم مجبوره، همینجوری که بهتون گفتم، مجبور رژیم از پای خودش برای کبابش درست بکنه و رژیم توی این مسئله در انتها مجبوره که در واقع این اقتصاد فروپاشیدهش رو هرچه بیشتر و بیشتر از جیب مردم ایران بپردازه، به خاطر ساختاری که رژیم داره، و این باعث میشه که عمق شکاف بیشتر بشه و مردم بیشتر در صحنه حضور پیدا بکنن و بیشتر به اعتراضات خودشون ادامه بدن. یعنی این بالا بردن دلار مثل چوب دو سر طلا هست برای رژیم، یعنی از هر دو طرف رژیم رو زیر ضرب میبره و باعث میشه که رژیم ضعیف و ضعیف و ضعیف تر بشه، و به واقع این کاری هستش که برای الان ما میبینیم نرخ دلار به خاطر اینکه بالا رفته، خیلی از این افراد، خیلی از این شرکت هایی که محصولات خودشون رو حتی نمیارن و ارائه نمیدن به خاطر اینکه نوسان دلار انقدر بالاست، نمیدونن که آیا نگه دارن نگه ندارن. تمام اینها باعث میشه که رژیم ضعیف و ضعیفتر بشه و اقتصاد اصلا پاشیده تر بشه. تشکر میکنم از شما خانم بتول زمانی بابت حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که به ما و بینندگانمون دادین. خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.